خب توی جلسه قبلی ما یک آشنایی اولیه با زبان HTML پیدا کردیم و یه تصور ذهنی خوبی الان نسبت بهش داریم. حالا توی این جلسه من میخوام در مورد عناوین و پاراگراف ها برای شما صحبت کنم. اولین چیزی که ما تو HTML بعد از این رو یاد میگیریم اینه که چطوری بتونیم یک عنوان اضافه کنیم به وبسایتمون. مثلا میخوام یه متن بنویسیم. ساده ترین کاری که فعلا میتونیم بکنیم اینه که یک متن داخل وبسایتمون بذاریم. پس بعدا حالا کارهای پیچیده تر ما میتونیم تو فصلهای آینده جلسات آینده بکنیم. فعلا ساده ترین کار گذاشتن یک متن ساده داخل وبسایت. خب پس من پوشه HTML توتوریال هم میارم صفحه فصل اول جلسه اولش که با هم رفتیم، یه جلسه یه فولدر جدید ایجاد میکنم و جلسه دو headings and paragraphs. خب در مورد headings ها و پاراگراف ها هستن. خب من این پوشه رو چیکار میکنم؟ با اتم باز میکنم، پوشه رو با اتم باز میکنم و مثل همیشه دیگه من این کار برای هر جلسه میکنم، یک پوشه جدید ایجاد میکنم و داخل اون پوشه یه فایل میندازم به اسم index.html برای هر جلسه. دیگه من این کار میکنم ولی دیگه جلسات بعدی تو ویدیو نمیارم شون که دیگه تایم ویدیو رو کوتاه کنم و وقتتون رو زیاد نگیرم. پس یک فایل جدید ایجاد میکنم به اسم index.html و فایل index.html رو باز میکنم. همین اول کار من یه شورتکات خوب نشونتون بدم با اتم. با اتم وقتی کلمه همین اول کار کلمه HTML رو میارید خودش یه پیشنهاد بهتون میده که اگه روش انتر رو بزنید یا کنید یه همچین چیزی برای شما باز میکنه، چیزی که اینجا برای ما باز کرده چی هست؟ یه همچین استراکچری هستش که برای ما باز کرده که خیلی کار ما رو راحت کنه. مثلا این تگای همیشگی مورد استفاده مون نذارید، تگای همیشه که ما یه تگ HTML باز میکردیم میبستیم، تگ هد باز میکردیم و تگ بادی باز بسته میکردیم و یه تگ تایتل داشتن. حالا یه سری چیزا اینجا جدید هستن. یکی این قسمت هستش، این قسمت رو من پاک میکنم ولی بعدن برای شما توضیح میدم. اینا میبینید که الان با قرمز نوشته شدن، اینا تگ هستن، این تگ HTML، تگ متا، تگ تایتل یا هر چیزی اینا. خب تگ متا هم نگرانش نباشید، تو جلسات بعدی درمش توضیح ولی فعلا پاک میکنم. اینا رو که با قرمز نوشته شدن اینا اسم تگ ها هستن ولی اینا اتریبیوت هستن، بهشون میگن اتریبیوت. اینا که مثلا به هر تگی میچسبن. حالا ما تو جلسات بعدی یاد میگیم اتریبیوت چی هستش خب و هر اتریبیوتی به چه تگی میچسبه و چه کاربردی داره. خیلی ساده است، نگران نباشید. پس من اینو رو پاک کنم چون فعلا کار نکرد با هم دیگه، نمیدونم چیه. تگ متاشم پاک میکنم. توی اتم وقتی روی خطی باید میستید خب کنترل L رو بزنید، اون لاین کنم هایلایت میشه. لاین که هایلایت شده من این رو پاک میکنم، چون در مورد تگ متا برای شما توضیح ندادم پاک میکنم این رو که فعلا نبینیدش، در جلسات بعدی کار میکنید. پس تایتلش رو میذارم چی؟ تایتلش رو میذارم جلسه دو. تایتل چی بود؟ تایتل اون چیزی بود که توی زبانه مرورگر نشون داده میشه، درسته؟ خب اوکی، پس بقیه چیزاش تا اینجا آشنا هست. خب پس با هم دیگه بیایم یه تگ جدید یاد بگیریم. تگی که من میخوام یادتون بدم H1 هستش. من H1 رو می‌نویسم و داخلش یه چیزی می‌نویسم، مثلا سلام. خب اول از همه یه نکته ای باز هم بهتون میگم، حواستون به ایندنت ها باشه. هیچ چیز خاصی نیست، مثلا من الان این رو بنویسم خود کاملا کار میکنه، من ذخیره میکنم. خب بیارم این صفحه رو ایندکس داده اشتیم، یه سلام اینجوری نوشته شده بزرگ. خب حالا من این یه تب میزنم بهش که فاصله بگیره و داخل تگ بادی بمیسته، ذخیره میزنم و رفرش میزنم اینجا، هیچ تفاوتی ایجاد نشد، هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه این ایندنت ها، این فاصله ها. ولی اینا برای خوانایی بهتر کد ها سعی کنید این ایندنت ها رو رعایت کنید، این فاصله از سمت چپش. ببینید مثلا نگاه کنید این تگ HTML که اینجا باز شده، ببینید داخلش این چیزایی که قرار گرفتن بادی و هفت که قرار گرفتن هر تاشون یه تگ فاصله گرفتن از سمت چپ. با این کار ما یه نگاه که بندازیم میفهمیم که بادی الان داخل تگ HTML قرار گرفته، با یه نگاه سری میفهمیم که H1 داخل تگ بادیه، تایتل داخل تگ هده،
و با یه نگاهی فهمید که تگ بادی و تگ هد با هم توی یه لول هستن، توی یه سطح هستن. همین خاطر این ایندنت ها رو سعی کنید رعایت کنید. رعایت نکردنش هم هیچ اتفاقی نمیفته، این کد با خطا مواجه نمیشه، مثلا کد با خطا مواجه بشه یا بالا نیاد چیزی، ولی سعی کنید ایندنت ها رو رعایت کنید که کد شما خواناتر بشه. خب چی؟ حالا من این سلام رو همینجا همینطوری می‌نویسم. این چه اتفاقی رفرش می‌ده؟ یعنی این سلامی که من تو تگ اچ‌تگ گذاشتم بولد شده، بزرگ شده. یعنی چی؟ یعنی یه جوری شبیه عنوان هستش دیگه. پس معمولا برای عناوین از تگ اچ‌تگ استفاده می‌کنم. و این هم سلامی که من اینجا نوشتم همینطوری نوشتم، بدون تگ. همینجوری بدون تگ نوشتم و هیچ استایل خاصی بهش ندادم. هر بعضی تگا تو HTML مثلا یه استایل خاصی میگیرن. استایل منظورم این شکل و شمایلش هستش، که اصلا از لحاظ برنامه نویسی هم به این شکل و شمایل تو برنامه نویسی میگن استایل. خب اوکی، پس من اینو کنترل L میزنم روش که لاین هایلایت بشه و بکسپیس میزنم کلاس بشه. این تگ اچ. خب حالا یه شورتکات جدید تو اتم به شما یاد بدم. وقتی تو اتم کنترل شیفت دی رو میزنید، خب مثلا یه خطی کنترل شیفت دی، یه دونه لاین دقیقاً زیرش ایجاد میشه. یعنی نگاه کنم یه دونه دقیقاً این تکرار شد، دیش از دوپلیکیت میاد. دوپلیکیت من تکرار کردن، دقیقاً یه دونه این خودش زیرش تکرار. این سری تگ اچ رو میکنم اچ2، تگ اچ رو میکنم اچ2، ذخیره میکنم و رفرش میکنم. می‌بینید که اینم و اون عبدالله من سلام و همینطوری هم بذارم، سلام رو همینطوری بذارم با قصه بزرگم تفاوتشون رو می‌بینید. این تگ اچ بزرگ هستش، بولده. تگ اچ دو هم بازم بزرگ و بولده، اما نه به اندازه اچ یک. پس کلن تو عناوین از تگ اچ یک، اچ دو، الا اچ شیش استفاده می‌کنم. کنترل شیفت دی 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 من چند تا زیرش بزنم. حالا من دوباره یه شورتکات جدید تو اتم به شما یاد بدم که دستتون فرز بشه. حالا شاید هم زود باشه، باید یه خود بیشتر کار کنم، ولی اشکال نداره، بذارم همین الان بهتون بگم. الان دو رو هایلایت کردم، درسته؟ کنترل دی رو بزنم، دو بعد از خودش هایلایت میشه. پس کنترل شیفت دی یه دونه زیرش ایجاد میکنه، کنترل دی چیز بعد از خودش رو هایلایت میکنه. من کنترل دی رو بزنم، میکنیم دقیقا چیز بعد از خودش رو هایلایت کرد. الان سه میزنم، هر دوتاشون همزمان سه تبدیل میشن. حالا پایین رو و اسکیپ رو میزنم که از این پیشنهاد خود اتم خارج بشم. اسکیپ رو به سمت چپ میزنم. حالا دوباره پایین رو میزنم، دوتا کورسر دارم با هم همزمان حرکت میکنن. خب این خیلی خوبه. حالا بک اسلش رو میزنم، نمیکنم مثلا H4. اسکیپ رو میزنم از این پیشنهاد اتم خارج بشم. H5 اینجوری با هم همزمان ادیت کردم. کنترل اس میذارم. حالا اگه یه بار دیگه اسکیپ رو بزنم، از حالت دو کورسره، به هر کدوم از این آبیای چشمک زدن میگن کورسر، از این دو کورسر بودنش خالی میشه، میشه یه کورسر. دوباره اسکیپ بزنم به این صورت. حالا ذخیره میکنم، به کنترل اس میذارم، ذخیره میکنم و مرورگر رو باز میکنم و رفرش میذارم. میبینید که از تگ اچ یک به این صورت تا تگ اچ 6 که به این صورت در اومد، که حتی جوری که تگ اچ 6 کوچیک‌تر از حالت عادی در اومد. پس این عناوین ما هستن دیگه. H7 دیگه نداریم، H8 دیگه نداریم، از H1 داریم تا H6. حالا بیاییم با هم H7 بنویسیم ببینیم چی میشه. H7ی که نداریم، من کنترل شیفت دی زیرش میذارم، انتر میذارم، انتر میذارم، خود فاصله بدارم. این فاصله ها هیچ تأثیری نداره. فاصله هایی که اونجا می‌نویسیم، چون 10 تا فاصله بذارم، هیچ تأثیری ندارن. نکنیم هیچ تأثیری نداره، فقط جهت زیبایی فاصله رو بده. مثلا اینو بکنیم H7 ببینیم چی میشه. H7 نمیتونم H7 رفرش کنیم. ببینید که اصلا دو تا سلام اصلا یعنی هیچ تأثیری نداشت، کاملا بی تأثیر بود، هیچ تأثیری. مثل این میمونه مثلا به جای H7 نوشته باشم قولی. یه تگی هستش قولی، یه تگی هستش که اصلا تعریف نشده، H7 یا قولی. اگه تگی، هر تگی که تا الان تعریف نشده تو HTML، مثلا H7، H8، قولی، علی، رضا، این تگایی که تعریف نشدن تو زمان HTML بنویسی، مرورگر اونا رو ایگنور میکنه. یعنی با خودش تصور میکنه که اصلا این انگار وجود نداره.
یعنی مثل این میمونه من ذخیره کنم رفت کنم، مثل این میمونه من دو بار سلام با پشت سر هم داشته باشم، یعنی سلام و ایجاد داشته باشم، مثل این چیز ذخیره میکنم رفت کنم اینجا باشم. حالا چیزی که ذهن شما رو شاید الان درگیر کرده باشه، یه سوالی که تو ذهن شما باشه اینه که اینه که من بعد از این سلام من اینتر رو زدم، سلام رو تو خط بعد نوشتم، چرا این دوتا سلام رو اینجا پشت سر هم قرار داد؟ این سوالیه که ذهن شما رو احتمال خیلی درگیر کرده باشه. بهتون بگم توی زبان HTML وایت اسپیس بی اهمیته. یعنی چی؟ وایت اسپیس چی هستن؟ این ببینید این تری که من اینجا ایجاد کردم چیه؟ یه وایت اسپیس هست، یه فایل بهش میگم وایت اسپیس. این تری هم که بین اینجا گذاشتم وایت اسپیس هست. این اینترر هم که اینجا میزنم داخل کنم وایت اسپیس هستش. این وایت اسپیس رو بی‌معنیه، براش اهمیتی نداره. تو 10 تا اینتر میزنی، 500 تا تب میزنی، اینتر میزنی، نمیزنی، فوتون زد زدم الان برگشت. پس این ایندنت ها، این و این وایت اسپیس ها برای مروگه کاملا بی اهمیته. اگر ما میخوایم بهش بگیم برو خط بعد، خب مثلا میگم اینجا مثلا میخوایم بگیم سلام علی، خب میخوام کاری کنم رفرش بدم این علی بره خط بعد. خب این خط بعد ها من اگر اینجا بیام اینتر بزنم بگم سلام علی رو به این صورت بنویسم، بازم نمیره خط بعدی. چرا رفرش دارم بگم بازم نمیره خط بعدی؟ چون این وایت اسپیس ها برای چیز بی اهمیت هستن، به خاطر اینکه چیزی بره خط بعدی از تگ بی آر استفاده میکنه، ذخیره میکنه و رفرش میکنه، این که رفت. حالا یه سوال دیگه ای که ممکنه الان دوباره ذهن شما رو درگیر کرده باشه، ببینید من اینجا تگ HTML رو باز کردم و تگ HTML رو بستم با این کاراکتر، پس یه دونه حالت باز داشت یه حالت بسته. تگ باز بسته، باز بسته، هر چیزی که دیدیم اینجا باز و بسته بود، حالا به الا این داکت های HTML رو که اینجا دیدیم، تمام اینه که دیدیم باز و بسته بود. پس این چرا باز و بسته نیست؟ باید بهتون بگم توی HTML بعضی از تگ ها دوتایی هم، بعضی از تگ ها منفردن و ما هر تگ جدیدی رو که به شما معرفی کنیم بهتون میگیم که این تگ دوتاییه، تگ جفته یا تگ منفرده. مثلا تگ HTML جفته، بادی جفته، H1 جفته، H6 جفته، اما تگ BR منفرد هستش. پس این شد اوکیه؟ پس تگ BR منفرد هستش، ما بهتون اینجوری معرفی میکنیم. حالا تگ های منفرد رو به دو صورت میذارن، یه اینجوری میتونیم بذارید، همینجوری بذارید، یه اینجوری هم میذارن، این صورت هم میذارن. اینو زیاد ذهن خودتون درگیر نکنید، چیز خاصی نیست، هیچ فرقی نداره چطوری بذارید، هیچ فرقی نداره چطوری بذارید. مثلا چطوری زبان، مثلا زبان انگلیسی هم هلو داره هم های داره، هم میتونه بگید هلو هم میتونه بگید های، اینجا هم جونید، این هم یه زبانه، میتونید به دو صورت پر صورت کنید، میتونید تگ بیار رو به این صورت بذاریم، چه تگ بیار رو میتونید به این صورت بذاریم. همونطور که هلو یه خورده رسمی تره، های یه خورده آمیانه تره، این یه خورده رسمی تره، این یه خورده حالا آمیانه تره، ولی زیاد مهم نیستن. مثلا بخواهیم مثلا خیلی رسمی مثلا تمام قواعد رو رعایت کنیم، مثلا میگم بهتره اینطوری بذاریم، ولی اینجوری هم بذاریم چه اتفاقی میفته. من خودم مثلا تگامو اینطوری میذارم، یعنی من بیشتر میگم های تا میگم هلو. اوکی، از یه قضیه مهم نیست. پس از این بعد من هر تگ جدیدی رو که به شما معرفی کردم بهتون میگم که این جزء تگ‌های منفرد هستش یا تگ‌های جفت. اگرم بخواید یه دفترچه یادداشت برای خودتون درست کنید، دفترچه یادداشت که مثلا درست می‌کنید یه حالت جدولوار درست کنید، مثلا تو مثلا ستون اول بنویسید نام تگ، خب مثلا نام تگ HTML، پس من یه اکسل هم درست می‌کنم خودم، خب و این اکسل هم در اختیارتون میذارم در پایان آموزش مثلا که دانلود کنید، تو وقت فایل رو دانلود کنید اکسل هم دانلود کنید، توش اونجا بگیم که هر تگی چی کار میکنه ها. مثلا یه همچین اکسلی، خب یه همچین اکسلی یا همچین جدولی برای خودتون اوکی کنید، یا من این جدولم هستش، میتونید تو اون فایلایی که با دانلود میکردید هست. مثلا ما حالا به غیر از تگ HTML و هد و بادی، اینا یه خورده داستانشون متفاوته با سایر تگ‌ها، اینا تقسیم بندی می‌کنن کد‌های HTML، اینا جزء تگ‌های بیس ما هستن، تگ‌های اولیه ما هستن. حالا این ستا که اینا به این منظور، حالا هر تگ جدیدی یا بگیریم اینجا قرار می‌گیرن.
مثلا یاد گرفتیم که تگ تایتل جفتیه، تو هد قرار میگیره و کارش هم عنوان زبانی بوده. H1 خط تگ‌های H1 الی H6 چطورن؟ چه می‌دونم و تگ بی‌آر حالا مثلا منفرد هستش. پس ما هر تگ جدیدی که بخوایم یاد بگیریم به چه صورت هست؟ هر تگ جدیدی که بخوایم یاد بگیریم این هست که اینجا بهتون توضیح میده به چه صورت هست و چه کار میتونه رو با چه کارش کنید. خب اوکی، بیایم حالا یه تگ جدیدی دیگه هم یاد بگیریم. ما در مثلا عنوان این جلسه چی بود؟ Heading and Paragraphs. عناوین و پاراگراف ها. پاراگراف ها رو داخل من میگذارم، پاراگراف ها رو داخل تگ پی میگذارم. مثلا من این دو تا سلام رو البته بذارم اونجوری بمونم، دو کنترل زد بزنم اونجوری بذارم تو بیارم. خب اینجا یه تگ پی باز میکنم و اینجا مثلا بکنم سلام. خب حالا بیایم اینجا رفرش بزنیم و این هم این سلامی هستش که تو تگ پی اومد که ببینید هیچ فرقی با اینا نداشت، یعنی هیچ فرقی با اینا نداشت. پس این در واقع چی هستش؟ تگ پی هم کار خاصی نمیکنه، فقط یه خورده بهتره به جای اینکه ما چیزای متنهایی که میخوایم بنویسیم، پس میخوام یه متن بنویسیم، بهتره متن بخواد به جای اینکه همین جوری بریزیم داخل سایت، خب بهتره داخل تگ پی بزنیم. این اصول رو سعی کنید رعایت کنید. سعی کنید هیچ وقت یه متنی رو همینجوری یهویی نریزید داخل سایت، به خاطر اینکه خانه‌ای کد شما هم بهتر بشه، هم یه سری تاثیرات هست در مورد حالا SEO، شاید خیلی اسمش رو شنیده باشید. هر تگی به هر حال کاربرد خودش داره، شما سعی کنید قواعد رو فعلا رعایت کنید تا کم 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 بهش عادت کنید. پس از این بعد سعی کنید هر متنی رو که خواستید بنویسید در واقع هیچ تفاوتی ایجاد نکنه، هر متنی رو که خواستید بنویسید داخل تگ پی بنویسید. اوکی، تگ پی برای پاراگراف هستش. پس مثلا توی این اکسلی که جدید هستیم یه چیز جدیدی یا بیرکن پی هستش، این دیگه جفتیه، تو تگ بادی هم قرار میگیره، تو تگ بادی هم قرار میگیره و برای نوشتن چی هستش؟ برای نوشتن پاراگراف. پس این اکسلی هستش که ما تا به اینجای کار درست کردیم و این تگ هایی هستن که تا به اینجای کار ما با هم دیگه یاد گرفتیم. اوکی، پس این از این تگ ها و یعنی سه تا تگ رو ما تو این جلسه یاد گرفتیم چی هستش و تو جلسات بعدی باز هم تگ یاد میگیریم و پیش میریم کم 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 ببینیم چی میشه. پس امیدوارم از این جلسه هم راضی بود باشید. تا جلسه بعدی، خدافظ شما.